خب پس برم برگردم سر. اکثر کتبی که کتاب‌های کاتبان دوره مثلا قرن 4 5 هجری حتی تا اواسط 6 نوشتن اینا نقطه گذاری نداشتن. حتی تا اوایل دوره رضاخان. ولی الان مصححان اینا رو نقطه گذاری میکنن، اغلبا خب صرف خود که نگاه میکنیم و میبینیم که یه شکستگی های ایجاد میکنه در اون زبان. اگر نقطه گذاری نداشته ما اینو میشیم به این دلیل بگیریم که این زبان به زبان محاوره‌ای نزدیکتر بوده، همونطور که صحبت میکرده مینوشته. البته چنین استنتاجی من نمیدونم چقدر میتونه منطقی باشه، میشده به راحتی خود ولی نه واقعا اینقدر راحت هم نه که مثلا شما روزنامه موضوع رو بکنیم با هم نمون بگوله رو داشت. مسئله اینه که این زبان گرفتار یک تقلید احنامونه ای از زبان های غربی شده و تا حدی که مثلا می نویسه من ویرگول، حسن ویرگول، تقی ویرگول، تاتیانا ویرگول و آناهیتا ویرگول و فلانی با هم رفتیم پیکنیک. اصلا فارسی نیست. تو فارسی میگی من و حسن و حسین کبیر نوید را افتادیم سواری هوابار را شدیم رفت گردیم ویرگول. و این ویرگول کاری در واقع که توی دو صفحه من حدود 80 تا ویرگول اضافی که یک آقایی که این متن رو گرفته بود ادیت کرده بود با ادیتور متن، من واقعا نشستیم بودیم آقا این جاوست واقعا اینو چی آخه این همه من ویرگول که پسر جعفرم ویرگول رفتم گردش، آقا من که پسر جعفرم رفتم گردش این ویرگولاش چیه؟ ما بعضی ها کوهن ویرگول رو جای ویرگول میذارن که اصلا به کلی بالانس زدن. این تقصیر رو اگه بخواییم تقسیم بکنیم خب به هر کسی یه درصدی میرسه به جمعه خود رو هم. بله بله خودم زودتر گفتم. گزاره‌ای که نوشتید یه موقعی؟ بله کاملا از این ادبیات میشه استفاده. اون وقت یه توضیح عرض کنم تازم. در یک موردم این آقای معاملی خود شیطنت یک جای قضیه هم اینجا باید در نظر گرفته بشه، یک جانب دیگری از اون و اون اینست که شما در زبان انگلیسی یه جمله رو به چند شکل میتونید بگید. حتی اکثر یک یا دو شکل. در فارسی اندل اقتضا اگر یک جمله هفت کلمه است به 49 شکل میتونه بیان بشه. خب اینجا مسئله انتخاب پیش میاد که کدوم یکی از این 49 تا رو شما حسیب تر میتونید برای بیان ما بزنید. اونجاست که گاهی احتیاج به هی ویرگول کاری و این حرف پیش بیاد برای اینکه اجزای جمله شما نمیدونید که حسن کیاده است اسم اون شهر یا حسن کیاده یا حسن کیاده ده مثلا. اینجا یه ویرگولایی در مواردی که اصلا حضورش لازم نیست باید گذاشت. ما در فلانجا بودیم مادر ممکنه مادر خونده بشیم مثلا. البته بعضی جاها یارو تصحیح میکنه برمیگرده میده اون معنی درست نبود معنیشو پیدا میکنه. ولی خب بعضی ها پس از ما مثلا یک ویرگول میذارن که اون چیز مادر خونده نشه خونده بشه ما در. خب این هم حسوستن شده به خاطر همین که به اصطلاح مجذور کلمه تعداد مجذور کلماتی که توی جمله به کار رفته شما میتونید جمله سازید. شما گفتید که مثلا یه مقداری باید نمیدونم چند دقیقه پیش که مثلا ضد ادبیات تحقیق کردیم جمله شبیه این. این شامل این هم میشه که ما از این ادبیات چهار پنج شش هجری استفاده بکنیم یا نه؟ ببینید این مسئله مربوط به ظرفیت زبانه که این ظرفیت رو گاهی با فرم میشه متجلی و این فقط یه کاربردی در شعر داره در مرحله موسیقای شعر موسیقی شعر.
ولی اینکه شما بیاید یک گزارشی رو با نثر مثلا کتابی که نه یادم میاد بس که توصیه کردم خوندنش تفسیر سوره یوسف، یکی از زیباترین فارسی های رو به کار گرفته که اصلا حیرت آور. خب شما بیاید با اون نثر گزارشی واسه راجع به گندابروهای تهران برای شهرداری بنویسید. ولی میشه از این استفاده کرد، همون که آقای بونشیری یه مقداری کار کرده از جهات مختلف و این امروزی ترش کرد به بنای زبان محدودیتی که زبان محاوری احتمالا به ایرانی داشته. اون سواری که آمد و فلان رو میفرمایی؟ هر زمان مثلا بخشی از بنای گم شده ایرانی از داستان شیخونیه، اگرچه ساخت اون زبان قدیمیه ولی به زبان امروزی هم نزدیکی برده. زبان زبانی است که تجربه شده و میشه تشخیص داد که خوبه، میشه ازش استفاده کرد. چرا نه؟ خصوصی که زبانی است که لااقل توی سطح بالای کسانی که با ادبیات و شعر و این هر کس سر کار دارن میتونن ازش استفاده کنن. از این مجموعه چجوری میشه برای با سوادتر کردن اون چیزی که شما ایراد میگیرید توی مصاحبه به درستی هستش نسل جوان‌تر استفاده کنه، چه توصیه‌ای میشه کرد؟ مثلا عملی‌تر بهش برخورد چه؟ ما تجربه شما و زبان خیلی غنی به خود شما هم تحمل سوزه. ببینید عزیز من، تجربه من مربوط به منه، این تجربه قابل انتقال نیست. هر کسی باید خودش بره، هر کسی باید خودش بره جستجو کنه و منابعش رو پیدا کنه، معاقلت رو پیدا کنه. اینی که بنده بگم برو اول کتاب اول ابتدایی رو بخون، بعد دوم، بعد سوم، بعد چهارم مثلا، این واقعا راهی به دیو نمیبره. شما ممکنه که از همین تفسیر سوره یوسف که من اینقدر شیفته شدم واقعا نثرش رو فقط نخوز اولاتی که تو هست، یا مثلا کشف الاسرار و قدرت الابرار یا کتاب تفسیر عتیق نیشابوری رو بخون، قصه از انبیا و غیره. خب اینا هست، من بدم میاد چون اصلا با فکر ذکر من نمی کنه، ولی تاریخ واقعا فارسیشون بیداد، چنان زبان رو با همه ظرفیت به کار گرفته که نظامی بدبخت برای اینکه نوبلش رو بنویسه رفته نوبلش رو به نظم داره بود. واقعی تمام شده شما رو که می برگردیم بچه هم، اجازه بدید، شما بفرمایید. بفرمایید. با توجه به اعدادی که شما از اصحاب نسل جوان که یا اعدام شده یا جوان ها هستند یا بنابرای شرایط جدیدی که توی جامعه ایران مطرح شده با مسائل دیگه مختلفی درگیر هستند که داخل چه خارج، و با توجه به این پدیده مهاجرت به این شکل جدیدش که تاریخ ایران روش جدید پیدا کرده، فکر نمی کنید این تأثیر که از ادبیات داخل ایران و انعکاس تجربه یک نسل در داخل ایران خواهد داشت؟ فکر نمی کنید این یک کمبودی در ادبیات وجود خواهد داشت؟ یک سابقه تاریخی دیگه هم داریم. یک جانوری پیدا شد به اسم شاه اسماعیل و این ناگهان یک شبه گفت که شما شیعه اید و هر کی توی از اون نگه علیان ولی الله، علیون یا علیان، من عربی زیاد خوشایندی نداره، گردنش میزنی. و بعد از این فرمان حدود 470 هزار نفر رو فقط در آذربایجان در ملأ عام گردن زدن. خب یه عده‌ای بودن به دین سنتیشون دل بسته بودن، حالا با خوب و بدش کار درست و نادرسته، شایست و ناشایستش کار نده. اینها بیشتر آدمایی بودن که بیشتر رو حالا بگیم توی اون کاتگوری بودن که بهشون میگیم روشن فکر. اینا آدمایی نبودن که همینطور به حرف یه پسر جزغل بیان عقایدشون رو عوض کنن، لزومی نمیدونن. اینا گذاشتن رفتن به دربار اکبرشاه هند و به دربار خاوندگار روم عثمانی. در حدود تا 250